نظر میرسه هفته پرخبری در ایران آغاز شده. چند ساعت پس از اینکه ابراهیم رئیسی از تشکیل قرارگاهی برای به قول خودش بریدن بند ناف دلار از اقتصاد کشور خبر داد، قیمت دلار در بازار افزایش پیدا کرد. با شروع مبادلات در نخستین روز کاری در ایران هر دلار به بیش از 54500 تومان رسید و درهم امارات به عنوان ارز تاثیرگذار در تعیین نرخ دلار به بالای 15300 تومان صعود کرد. ابراهیم رئیسی جمعه شب در نشست مشترک شورای برنامه ریزی توسعه و فعالان اقتصادی استان خوزستان گفت در دولت دبیرخانه‌ای فعال شده که روابط ارزی ایران با دنیا رو تغییر میده و این دبیرخانه بند ناف قدرت دلار رو میبره تا ارزش پول ملی رو بیشتر کنه. اما جنجال خودروهای شاسی بلند و استیضاح وزیر سمت وارد مرحله تازه‌ای شده. استیضاح وزیر سمت در حالی فردا یک شنبه انجام خواهد شد که جنجال‌های پیرامون اون که با طرح‌های ادعای اهدای 75 خودروی شاسی بلند در استیضاح قبلی به اوج رسید همچنان ادامه داره. در تازه ترین تحول احمد علیرضا بیگی، نماینده‌ای که ادعای خودروهای شاسی بلند رو مطرح کرد، از احضار خودش به دادستانی خبر داد و اعلام کرده که صبح امروز برای پاسخگویی به دادستانی کل میره. احضار این نماینده چند روز بعد از اون صورت میگیره که رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به دادستان کل خواستار ورود دادستانی به موضوع خودروهای شاسی بلند شد و ادعا کرد که طرح این موضوع به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور صدمه وارد کرده. اما یک روز پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه مسمومیت‌های سریالی در مدارس چیزی نیست جز شیطنت دانش آموزان و هیستری جمعی، امروز هم در تهران دست کم به دو مدرسه دخترانه ابرار و سما حمله شیمیایی شده. از این دیدگاه بهش میگیم عکسش که فیلمش که نداره تمام دیدگاه مدرسه رو جمع کردن بچه همون رو برداشتیم رفتیم گهران هم نمیگیرن میگن چیزی نبود فشتشه بود و فلان رو بیشتر رو بروی سفارت سوئیس هم هستیم از هم زنگ سفارت سوئیس رو زدیم در رو بانه میکنن که یه چیز به ما نشونه دن که چی شده. از مشهد هم خبر میرسه که به هنرستان دخترانه مهدیزاده نیا در قاسم آباد حمله گازی مشکوک شده. اما در ادامه حملات به روحانیون شیعه در ایران از قم خبر رسیده. راننده یک خودرو بامداد امروز دو طلبه رو در این شهر زیر گرفته و سپس با چاقو به یکی از اونها حمله کرد و ضرباتی به گردن و پهلوی این طلبه زده. با ورود نیروی انتظامی به صحنه هم ضارب تلاش کرده پلیس رو خل سلاح کنه و با ناموفق بودن تلاشش اقدام به خودزنی کرده و به دست پلیس بازداشت شده. هر سه مصدوم این حمله به مراکز درمانی اعزام شدن و هنوز خبری از وضعیت جسمی اونها منتشر نشده.